روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. خرما، طعام خدایان. ژاپنی ها مسئله دارند با این مضمون که وقت خرما بپزد طبیبان بیکار میمونند. این سخن کاملا درست است، زیرا خرما مقدار به نهایت زیادی میکروعنصرها و خاصیت‌های بسیار شفابخش بی‌نظیر دارد. یونانیان باستان خرما را طعام خدایان می‌گفتند، زیرا در میوه‌های آفتابی آن و مانند صندوق‌های جواهر بهترین خاصیت‌های دوایی نهفته‌اند. خرمای نارنجی یا سرخ روشن مانند علنگه آتش است. نام علمی این میوه هم از عباره یونانی دیاس پایرس برخواسته، معنی تحت لفظیش آتش زفس است.
استعمال خرما به سبب خاصیت های زرینش توصیه داده می شود. هضم خوراک در واقع تأثیر خرما کاملا برعکس علنگه آتش است. خرما محصولات صرف نرم کننده اعضای هاضمه مخصوصا روده است. آن نخهای غذایی فراوان دارد که از روی ترتیب خیلی بیشتر از سبند. میوه تازه پخته رسیده خرما به بهترسازی کار عضوهای هاضمه و جگر مساعدت می کند. دیاره را باز می دارد آزیر. درون روی را باز می دارد و همچنین التهاب روده را کاهش می دهد. ترکیب خرما چی دارد؟ مغز خرما قریب که چرب ندارد، اما این ماده های ترکیب آن قابل توجه هند. قند ها در 100 گرم مغز خرما 15 گرم قند موجود است. مقدار بیشتری قند ها را فروکتوز تشکیل داده، پس از آن گلوکوز و سخراز جای می گیرند. پکتین و شیرشک غله این کربوهیدرات های مرکب نرمی مغز خرما می باشند. خرما و سیب از جمله میوه های هستند که پکتینی فراوان دارند. پکتین و شیرشک غله مهمترین کامپوننت های چربافته هایند که 3.6% مسه خرما را تشکیل می دهند. پکتین و شیرشک غله آب را در ارگانیسم باز داشته هضم خوراک و خارجشوی باول و نجاست را آسانتر می کنند. همچنین هر دو مواد مذکور قند را هم باز داشته زود جبیده شدن آن را منع و سرعت جبیش آن را تنظیم می کنند. در برابر این خالسترین عضوهای هاضمه را هم که با سبب استعمال خوراکهای چاروایی فراهم می شود، باز داشته قسم از این خالسترین را یک جایه با نجاست از بدن خارج می کنند. مهمترین خاصیت پکتین و شیرشک غله که فوراً تأثیر می کند، این کاهش التهاب اعضای هاضمه مخصوصاً قسمت پایینی آن روده غفص است. تنین ها این پیوستگی های فنولی مواد پرقوت خوش کننده می باشند. آنها سفیده ها را غلیظ گردانده پرده لعابی خشک و استوار را تشکیل می دهند. تنین را از مزه خشکی درشتش در حال پی بردن ممکن است. هر قدری که مقدار تنین بیشتر باشد، خاصیت خشکونی میوه می افزاید. بعض نوهای خرما وجود دارند که مقدار پکتین در آنها زیاد است. اما قریب در همه آنها، هنگام در آخرین مرحله رسیدن قرار داشتن میوه، پکتین نابود می شود. بیشترین مقدار تنین در خرما، ماه اکتبر زمانی که خرما کاملا نپخته است مشاهده می شود و این مهلت در نیمکره شمالی سیاره به ماه نویبر موافقت می کند. ثروت واقعی سلامتی است. نقطه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین
به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر نامه 17 ازدواج چگونه است؟ سلام پسر بی‌بهای من، در این گوشه کاغذ من کوشش کردم خوشبختیم را جای نمایم، لیکن نشد. برای افاده خوشبختی سخنان کافی نیستند. اون چیزی کوچکی را که در مکتوب درج کرده توانستم، امینم با دقت میخونی. امروز جشنواره عقد ازدواج من و مادرت. 50 سال میشود ما با یکدیگر اویله سعادتمند را بنیاد کردیم. مادرت اندک بعد گفتنی های خود را به تو خواهد نوشت. حالا باشد او سرگرمی خوراکپزی می باشد. این شام ضیافتی مخصوص داریم. گردی خانه پرناز و نعمت سرجم آمده، می خواهم خداوند را از آن شکر گویم که چنین حیات شیرین و سرشار زی مهر و برکت به ما عطا کرده است. از برای مادرت و از برای تو فردوس به خداوند عرضی سپاس دارم. ما از آن خوشنودیم که تو با دختری دوست داشتهت خود را سعادتمند حس می نمایی. من دریا دارم که تو چگونه زیبایی و حسن و جمال او را با یک هیجان خاصه توصیف می کردی. عکس فرستاده‌ات را ما بارها با مادرت گشته و برگشته تماشا میکنیم. تو نوشته ای می خواهی با او آیله بنیاد نمایی. چی گویم پسرم؟ این بهترین خواهیش است. برای ما او همچون دختر خواهد بود و انتخاب تو را ما پاس می داریم. ما ازدواج تو را برکت می دهیم. آخر آرزوی من و مادرت خوشبختی تو را دیدن است. پیش از آنه که در حیات می خواهی قدم جدی زنی، اجازه ده کمی در باره چی بودن عقد ازدواج با تو صحبت نمایم. احتمال تو علاقه به مرحله مهمترین حیات خود رسیده ای که آن عقد ازدواج می باشد. ازدواج دارای خصوصیت های بی‌نظیر و جالب است. در آن طرفین برد می‌کنند یا می بازند. رابطه های اویلوی از همه نزدیکترین، حلیمانه و مقدسترین در زمین خونده می شوند. طبق نقشه حق تعالی آنها می بایست برکت عمومی بشری می گردیدند. در آن جایی که از روی انصاف، عدالت و خواست خدا عقد نکاح بسته می گردد، در آنجا برکت آسمان پایدار است. در ازدواج مناسبت های طرفین اهمیت خاصه دارند. ثمره آنها چنان مهم می باشد که آن را در شتابکاری بدون تیاری مخصوص نگاه سالمانه عقلانه و نفسانی تهیه کردن نشاید. آیا ازدواج این مسئله بین دو طرفی با هم دل باخته یا شرطنامه در حضور همگان می باشد؟ نه این، نه آن، نه هر دو. این یک چیزی سیوم می باشد. فردوس، ازدواج این نه تنها با هم آمدن دو نفر در اساس قانونهای شهروندی و شرطنامه رسمی می باشد. تو باید درک نمایی که اساس و پایدیوار اساسی عقد ازدواج محبت پاک صمیمی و صداقتمندی بدون یگان شرط می باشد.
چون این عقد همیشه قوی و استوار میموند. اگر تو عقد ازدواج میبندی، همسفر حیات آیندهت تو را همچون یک شخصی کامل و ارزنده میبیند. لیکن با مرور وقت این صورتی در خود آراسته، آهسته آهسته از حقیقت واقعی، از آنی که تو با آن عقد بستهی، موافق نمی آید. آیا تو باوری داری که همسری آیندهت تمامی برد و باخت زندگی، تمامی اشیا و خصلت و رفتار و عامل، تمامی احساسات را مثل تو درک می سازد؟ یگانگی در ازدواج این به همدیگر مانند بودن در عمل و حسیات نیست، بلکه در یک دیگر فهمیست. کوشش همسری خیش را مثل خود تراشیدن، این از روی کبر و تحقیرآمیز است. در خاطر داشته باش پسرم، فرقیت های فردی در خصلت و رفتار این امکانیت افزایش و استوار گردیدن اویله می باشد. جان پدر، عقد ازدواج این مکتب است که در آن اشخاص گناهکار خودپسند، یک رو و سرکش، نوابسته از ناامیدی ها، در دوام سالهای طولانی سفته شده، قوی و به هم متحد می گردند. عقد ازدواج این مناسبت های بین مرد و زن عطای پروردگار است که در آن دو نفر نزد خداوند یک جسم و یک جان می گردند و در تمام جاده های حیات ایشان طلبات یکدیگر را قانع نموده، یکدیگر را دستگیری و مکمل می سازند. این طلبات ها از قبیل دوست داشتن و محبوب بودن، معنی و لذت زندگی یکدیگر گشتن، طلبات های نفس شهوانی و روانی، طلبات به فرزنددار شدن. همسفری آینده‌ات این نه تو، بلکه شخصیت دیگر است. او دارای خصلت و رفتار احساسی خیش است. برای همین او را چنانی که هست قبول نموده، عزت و احترام نما. او نیز همچون شخص کامل حقوق بی‌نظیر است. پدری تو ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی آرزوها، موضوع ملاقاتمان، مبارزه هرمجیدون در کتاب وحی و هفت بالهای اخیر، یا چنانی که اکثریت آن را می نامند آپوکلیپسیس. خداوند گروه آدمان را دارد که با اعتقاد بی خطری جسمانی خودشان را به دست او می سپارند.
خداوند صاحب گروه آدمانی است که حیات خود را به دست او سپرده اند. خداوند صاحب گروه آدمانی است که در مسئله سجده به او اعتماد دارند. اگر خداوند بگوید روز شنبه را در خاطر نگهدار، آنها اطاعتکاری ظاهر می نماید. 4. تاریکی وحی باب 16 آیه 10 فرشته پنجم کاسه خود را بر تخت حیوان وحشی ریخت و ملکوت آن تاریک و آنها زبانهای خود را از درد می گزیدند. نور این رمزی حقیقت دانش معنوی و حکمت می باشد. آدمان از برای نور و به حیوان وحشی مراجعه نمودند، اما حاکمیت حیوان وحشی را تاریکی فرا گرفته است. در معنای واقعی تاریکی به حاکمیت حیوان وحشی مراجعتی است به ما که همه گونه نور فقط در مسیح می باشد. در زبور باب 118 آیه 105 آمده است: کلام تو چراغ است برای پایم و نور است برای راهم. لیکن عیسی می گوید یوحنا باب 8 آیه 12 من نور جهان هستم. اگر شما به بی خطری جسمانی نیاز داشته باشید نزد عیسی بیایید. اگر شما به بی خطری اقتصادی لازم داشته باشید نزد عیسی بیایید. اگر شما حیات خود را محافظت کردنی باشید نزد عیسی بیایید. اگر شما خواهید که سجده حقیقی را به جا آورید نزد عیسی بیایید. اگر شما بخواهید به حقیقت صاحب شوید نه بلکه به دروغ. اگر شما بخواهید به نور صاحب شوید نه به تاریکی. اگر شما بخواهید که از همه گونه سیستم کلیسایی که در تاریکی را تأمین می کند رو گردانید نزد عیسی بیایید. به معنای واقعیش بلاها حقیقت‌های معنوی عمیقی را در خود نهان کرده است. وحی باب 16 آیه 11 و به خدای آسمان از خاطر عذاب‌های خود و زخم‌های خود کفر می‌گفتند و از اعمال خود توبه نکردند. ممکن است فکری پیدا شود که نفران به مقابل خدا قیام برداشته وقتی که به بلاها گرفتار می شوند، دریاها آب‌های خون گشته، هوای گرم و سوزان و تاریکی آنها زانو زده توبه می کنند و برای آمرزش التجا می نمایند. بلاها نشان می دهند که از تعلیمات به شما فهمیده شده کلام خداوند رو تافتن از حد زیاد خطرناک است. اگر شما این را به جا آورید، در آن صورت آهسته آهسته تاریکی شما را فرا می گیرد. یک قدم دور شدن از مسیح به قدمی دیگر راه باز می کند و بعد باز به قدمی دیگر. یک گذشت کردن از حقیقت به گذشت دیگر مساعدت می کند. یک گذشت کردن با کلام خدا به گذشت دیگر با کلام خدا می رساند. برای آن که در نور قدم گذار باشیم، بلاها ما را دعوت می کند که از هر آنچی که به کلام خدا مخالفت می نماید دست باید کشید، اگرچه این یک اختلاف بزرگ دینی باشد هم. 5. حرم جیدن و اینک حرم جیدن چیست؟ بیایید در اول این کلمه را بررسی می نماییم و بعد خواهیم دانست که این چی معنا دارد. کلمه حرم جیدن ارمگیدان کلمه عبری بوده، هر ار و میجیدان میگیدا معنایش کوهی زده کشتن می باشد. ترجمه تحت لفظی هرمجیدن کوهی کشنده می باشد. در کتاب داوران وقتی که قوم خدا احاطه شدند و یک نظر چنین می نمود که دیگر راهی رهایی و نجات نیست، خداوند به یک طرز عجیب آنها را نجات داد. محاربه هرمجیدن نه فقط کدام یک محاربه در زمین است، گرچندی قبل از آن زد و خوردهای جسمانی به وقوع می آیند. این غلبه پوره مسیح و لشکرهای آسمانی بر قوه های بدی و جهنم می باشد. این جنگ آخرین در زمین به شمار می رود. لیکن به وعده خداوند در رابطه به محفوظ داشتن قوم خود توجه نمایید. زبور باب 90 آیه 5 و 8 اگر از واهمه و هیاهوی شبانه نخواهید ترسید و از تیری که روزانه می پرد،
و از وبایی که در تاریکی قدم گذار است و از طاعون که در نیمه روزی تلف می کند. برای چی آنها نمی ترسند؟ هزارها به گرد و نزد خواهند افتاد و ده ها هزار به اطرافت، اما به تو نزدیک نخواهند شد. در مسیح ما در بی خطری قرار داریم، زیر حمایت و آرامی هستیم. در مسیح ما پناهگاه معتمدی داریم. در مسیح ما قلعه فتح ناپذیر داریم. در مسیح ما زیر حمایت قرار داریم. هزارها می توانند در گرد و اطرافت افتند. ما نباید که ترس و هراس داشته باشیم. توجه نمایید که کتاب مقدس چه می گوید. پیش از آغاز شدن بلاها ما نجات خواهیم یافت؟ البته نه. فقط با چشمانت نگاه خواهی کرد و پادشاه شریران را خواهی دید. برای همین هم بلاها پاداش قیام آنها می گردد. بلاها پاداش بی اطاعتی آنها می گردد. بلاها عاقبت منطقی نتیجه مقرر حیات از خداوند جدا و سیاره قیامگران می باشد که حمایت خدا را از دست داده اند. اکنون بیاد آورید که کتاب مقدس چه می گوید؟ هفت بلاها فرو ریختند و بعد کتاب مقدس می گوید که بعد از شش بلاها وحی باب 16 آیه 15 اینک مثل دزد می آیم. خوشا کسی که هوشیار است و لباس خود را نگاه می دارد تا که برهنه راه نرود و رسوایی او را نبیند. بعد از فرو ریختن شش بلاها عیسی می گوید اینک مثل دزد می آیم. چی معنی دارد گفتن آن که مسیح پیش از آغاز شدن بلاها قوم خود را نجات می دهد؟ در صورتی که کتاب مقدس می گوید که او بعد از بلاها مثل دزد می آید. گفته های کتاب مقدس در رابطه با آن که عیسی مثل دزد می آید تا که قوم خود را نجات دهد هیچ معنی پیدا نمی کرد. اگر او تا آغاز شدن بلاها مثل دزد می آمد، در وقت سرزدن هفت بلاها خداوند قوم خود را محافظت خواهد کرد. آمدن مسیح در وقت این هفت بلاها او پناهگاه و بی خطری آنها می باشد. در وقت هفت بلاهای آخرین مسیح برای آنها همه در همه چیز می گردد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.